کوتاه‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم. 7 پرسونا 1966 اثر اینگمار برگمن 1918 تا 2007. برخی از فیلم سازان را نمیتوان در معنای متعارف فیلم ساز دانست. برگمان در شکل فیلمهایش به نمایشنامه نویسی نزدیک است و فراموش نکنیم که او نمایشنامه نویسی برجسته نیز بود. دکور و چیتمان فیلمهایش به یک صحنه نمایش میماند و دیالوگ یا سکوت عنصر اصلی سینمای اوست. اما در محتوا نیز شاید بتوان گفت برگمان با فیلم عمدتاً دست به گونه روانکاوی میزند و اما شکلی که روبرت برسون فیلم را یک قلم سینماتوگرافیک میدانست و با آن مینوشت و یا درباره کار محمد رضا اصلانی میتوان بر این باور بود که با فیلم فلسفه ورزی میکند و شعر میگوید و عباس کیارستمی که با فیلمهایش بازی هوشمندانه اما کودکانه و زنانه در معنای معصومیت و زیبایی این واژه ها را پیش می برد. فیلم پرسونای برگمان در اوج دهه بسیار سیاسی در اروپا، همانند فیلم دیگر او شرم که یک سال بعد در 1968 ساخته شد و نقد سختی را هم علیه او برای شرم در برداشت، شاهد بر این مدعاست. اما برگمان کار خود را میکرد. فیلم در حقیقت نمایشنامه مونولوگ است که هرچند دو بازیگر دارد اما تنها یکی از آن دو سخن میگوید و دیگری به سخنانش گوش میدهد و با زبانی کالبدی به آنها پاسخهایی کوتاه و سربسته میدهد. روایت پرسونا به هنرپیشه معروفی مربوط می شود که به هنگام اجرای نمایش الکترای سوفوکل، معادلی زنانه برای ادیپ مذکر که این خود گویاست، ناگهان قدرت بازی و کلام خود را از دست می دهد. در همین رابطه صحنه سردخانه، مرگ، کودک مرده‌ای که زنده می شود، آینه ای که مادرش را در آن می‌بیند و اصولاً سکانس‌های آینه در فیلم همه قابل تحلیل هستند. این هنرپیشه لیف اولمن در نقش الیزابت ابتدا به بیمارستانی منتقل می‌شود و سپس به یک آسایشگاه و تا به آخر فیلم زن دیگری بیبی آندرسون در نقش آلما مراقبت از او را بر عهده می‌گیرد. الکترا نقش زمینی خود را کنار می‌گذارد، خدا را می‌کشد و در نقش آسمانی فرو می‌رود که در آن نیازی به سخن گفتن و رفتاری کردن ندارد. سکانس آغازین و پایانی فیلم گونه‌ای ساخت‌زدایی سینمایی را به زبان خاص برگمان نشان می‌دهند. نورهای نامنظم که درخشش‌های بی‌معنا دارند با صحنه‌های نامربوط با هم، گاه مسک و گاه به شدت بی‌رحمانه که از حافظه مخاطب از روایت‌های سینمایی گرفته شدند. اینها با هم ترکیب می‌شوند و این شاید برای آن باشد که از ابتدا برگمان خود را در جهانی دیگر، همچون خدایی زمینی اما همان چیز کاملا دیگر که کارل اوتو می‌گوید، بیرون از فیلم قرار میدهد. اما روایت واقعی زمانی آغاز می شود که الیزابت ناگهان در میانه نمایش متوجه می شود کلام و قابلیت بازی کردن خود را از دست داده است و تا به انتها چنین می ماند. در این شرایط آلمانیز نه تنها به جای خودش بلکه به جای اونیز سخن می گوید و رابطه‌ای به شدت عاطفی میان دو زن برقرار می‌شود که گویی در آن الیزابت
تمام احساسات خود را درون آلما می ریزد و احساسات او را با آرامش پذیرا می شود. دو شخصیت به این ترتیب به یک شخصیت تبدیل می شود. الیزابت که با آزاد شدن از فشار بزرگ هستی استعلایی دیگر نیازمندان نیست که سخنی بگوید یا بازی بکند، هرچه بیشتر متوجه می شود که این امر بار بزرگی را از دوشش برداشته است. هرچه فیلم به جلو می رود، از هراس نخستین او، انسان تنها در هستی بزرگ، کاسته و بر آرامشش شاید به مثابه ذره‌ای خدایی و اسپینوزایی افسوده می شود. اما آلما برعکس تمام بار سنگین هستی را که از خاطرات خود دارد در وجود الیزابت خالی می کند که می تواند آن را جذب کند، بیان که خود بار دیگر ناچار باشد سخنی بگوید. در نتیجه جای دو شخصیت نیز تغییر می کند و الیزابت پرستار و آرامش دهنده به آلما می شود. برگمان در یکی از گفتگوهایش درباره پرسونا می گوید زمانی فکر این فیلم برایش شکل گرفت که برای یک جراحی بیهوشش می‌کردند و همونطور که تصاویری بی‌معنا او را از هوش به بیهوشی می‌بردند، تصاویر آغازین و پایان فیلم، احساس کرد بیهوشی گویی مرگی است خیالین. نگاه کنید به اسطوره الکترا که در آن انسان از درد و فشار قدرتی استعلایی آزاد می‌شود. او دیگر نیازی ندارد که بودن خودش را به هیچ کسی حتی خودش اما به خصوص به خدایان ثابت کند. او می تواند در یک خاموشی آرامش بخش فرو رود و صرفا از بودن مثل یک گیاه، مثل یک سنگ، مثل یک دریا، مثل یک بستر، مثل یک لبخند یا یک خاطره دوردست لذت ببرد، لذتی که بار دیگر و به گونه کاملا متفاوت تعریف می شود. زندگی سختی و بار سنگین خود را از دوش انسان برمی‌دارد و آزادش می‌کند. او دیگر نیازی ندارد همچون سیزیف تخت سنگ بزرگی را به جرم خیانت به خدایان با رنج بسیار بر سر کوه ببرد و هر بار شاهد سقوطش باشد، بلکه می‌تواند گوشه‌ای بنشیند و با آرامش خیال به زندگی همان گونه که می‌گذرد نگاه کند و یا بهتر بگوییم زندگی را زندگی کند. این شاید نگاهی ضد اگزیستانسیل و شاید ضد کامویی باشد، اما نگاهی به شدت عاطفی و شخصی و شاید بتوانیم بگوییم روسویی و بسیار اسپینوزایی نیز است. زندگی بدون مبارزه، زندگی بدون کلام، زندگی بدون ایفای هیچ نقشی، همچون دریای آرام و بیموج که دائم در فیلم میبینیم. باز هم زندگی باقی میماند و شاید لذت بخشتر. وقتی ما انسانها از زندگی گیاهی سخن میگوییم، به نظرمان بدترین نوع زندگی است، زیرا در آن دخالتی در هستی در یک جهت یا جهت دیگر نمی کنیم. ولی هرگز نتوانستیم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر زندگی گیاهی تا این اندازه شرم‌آور و حقیره است، چرا نمیتوانیم جهانی بدون گیاهان را جز در قالب دوزخی هولناک تصور کنیم؟ این شاید یکی از رازهای روانکاوانه پرسونا باشد، یکی از بزرگترین شاهکارهای برگمان که بارها باید آن را دید تا هم از قدرت سینمایی نمایشی او بهره برد و هم از نگاه خاصش به زندگی. فیلم برگمان در سال 1966 در 84 دقیقه در کشور سوئد ساخته و به نمایش درآمده است.